اگه چیز سخت جنین قتله، این کار جنسایده. ولی ولی همه که مثلا اون بلن یه چششون میفته به من میگم وات اون بلی اومد دویدم تق زدم حالا سیبیله دیگه بعد اون بقیه سیبیلان دستش میاد حالا خود من دارم باد میزنم. خوش اومدید به چنل یوتیوب من، دوباره با جی جی و سفی خرس هستی. و این دفعه اون دفعه قرار دخترها رو نشستیم ریویو کردیم، این دفعه قرار میم پسرها، یعنی یه چیزایی شما باش دیل میکنید ولی همش بستگی به همون کوکنات و هویجتون داره. یعنی اینا چیزاییه که شما یعنی نیاز نیست براتون با پلاستیک چیزی درست کنن، یعنی چیزایی که درگیر کوکنات و هویجی، یعنی چیزایی که پسر رو فقط میفهمن. آره مشکلای پسر هست بعد تو نمیفهمی، یعنی مثل همون موقع شاید در واقعیت و حس درونش رو نفهمم، بخاطر همین خیلی سوال دارم. بریم. من تئوریم اینه که اگه سکس وجود نداشت برای پسرا، الان تمام تکنولوژی دنیا هزار برابر بهتر شده بود. مثلا تایم ترافل داشتیم، مثلا همه سرطان ها کیور شده بود. آره دیگه انقدر که وقت اتفاقا به نظر من اگه سکس وجود نداشت هیچ کدوم این چیزا اختراع نمیشه. میدونم تو اونوری داری میگی، میگی که چون تمام جف بزوس آمازون رو زده که بعدن بره یه دونه یات بخره که دختر بهش پا بده. آره اینم قبول دارم و هر دو رو قبول تئوری دارم. تو رد کردم تئوری. نه آخه اون تئوری من قبول دارم، چون تمام مثلا پسر و خونه خوشگل میگیرن یا ماشین خوب میگیرن، نه به خاطر خودشون، تمام به خاطر دخترها، تمام پیشرفت. چون من و تو توی اتاق 10 متری میتونیم بیافتیم پیتزا هات بخوریم 50 تا. خب باز خوبه حداقل یه کوکنات هویجی از شما موتیویت شید تو زندگی. مثل سگ گل میزنه. بریم میمار ببینیم. خب این اولیشه، این نوشته طوری که مردا حمام میکنن، خیلی بگم زیر بغل و اریا رو خیلی خوب میشورید، کلر هم میشورید، بقیه جا مینوشته با آب خودش شسته. آره دقیقاً. فقط زیر بغل دولو میزنیم، راست میگن دست و پا رو میزنید جایی که دستت میرسه است دیگه. این میم از 10 چقدر واقعیت داره؟ 9.5. 9.5 واقعا، چون من اصلا واقعا اون شیکم و اینا رو نمیزنی دیگه. آره آره چه باحال. ببین اصلا اینجوریه دیگه، یه اینو میزنی اینو میزنی دول این دان، راست میگه بقیه چون خدا. من اون اریان بیشتر طول میکشه خب، چون مساحت بیشتری باید طی کنم. آه تو از اون پسره که میگن بزرگه بزرگه دوزیه دختره همینو میگن. الان چند تا دیوانه تازی. خب این بعدیشه، این نوشته دو نوع مرد داریم، یکی میزنه تو آبه که با صدا میگه فوشه. یه دون شما میزنید بغل. آره کنار میزنی، بعد کنار میزنی اینطوری پخش نمیشه. نه نه دیگه ببین دیدی چجوری آبه جو میریزن توی لیوان؟ آره که کف نکنه. من هم خورد. باید اکیم من فکر کنم یه چنل یه چیزای لایت لایت دیگه. حالا ما تازه غذا خوردیم اینا چیزی که بده. ولی خب این مشکله شما پسرها، ولی مشکل نیست. میدونی چیه این بیبی؟ خیلی این جالبه تو خواهد. اگه کسی تو خونه باشه صدا نخواهی بده، یا مثلا اولین باری که دختر رو دیت میکنی کنار میزنی. خب اگه کنار بزنی باید اونو بدی بالا. تو مگه یادت اولین باری که دختر دیت کردی کی بود؟ بعد نرم میگی بالا که صدای اون دیده نشه، کنار میزنی. چون خب نشونه گیری آسان تر میشه، ولی اگه کسی خونه نباشه میزنی نصفش هم میپاچه رو اون بالا. سپی آخرین باری که اولین باری بود دختر رو دیت کرد دایل اپ اینترنت بود. کلینتون هنوز چیز بود، بیل کلینتون هنوز پرزیدنت بود، بیل کلینتون هنوز بلاج نگرفته بود. خب بعدی، این خیلی کار زشتیه، نوشته بعد از شیف کردن مردا باید یه میکروسکوپ داشته باشی اینا رو بتونی تمیز کنی. آره من همه جا رو میریزم، من همه جا میریزم. به خدا پاک نمیشه. من هر ولی خب میبا چیکار کنی؟ من با آب میشورم همیشه، با دست و آب. خب بازم اون لا میره دیگه، اون اشکال سینک. حالا اون سینک های قدیمی که یه درز داشتم اون بیناموس میرفت به خورده. ولی من نمیذارم سپر شخص تو خونه دیگه ریشاشو بزنه. کجا ریشاشو میزنه؟ بعد بره آرایشگاه. بابا خیلی خوبه، منم میرم آرایشگاه. الان خوب شده ریشامو. آره خیلی سکسی شدی. چرا با خودت داری حال میکنی تو چنل من؟ چون بیوه دختر رو زیاده، دختر واقعا زیاده دیگه. خب آره دیگه هستم بچه. این نوشته این چقدر طول میکشه شما شامپوهاتون تموم شه؟ سه هفته اول انقدر، دو ماه آخر با آب و اینا. آره آب میریزی شکلی. آره شک نه. ببین صدای بدی میده، میگی پس پس. آره پس پس.
چقدر اینا حقیقت داره. ببین این خیلی تکنیک داره دیگه، باید بدی عقب تو توش آب پم نمیریزی، تو میتونی تهش رو میخوای دراری. آره. بعد خب آب بریزی، آب بریزی کف نمیکنه بیناموس. حالا چقدر که تو کف نیاز داری. چرا؟ چون کچلم. دیست داد. ببین من یه فکتی بگم، آقا کچلم شامپو نیاز داره، کله کچل بیشتر شامپو نیاز داره چون چرب میشه. حالا دلایل خاص خودش داره، تو این برنامه جاش نیست. من خیلی دوست دارم کچل بودم. تو به ریشت هم شامپو میزنی؟ نه. ولی نه با صابون میشورم. نه بعد. خب این بعدی نوشته آفیس مردا. تو که واقعا آفیس دست منم ببینم. نه آره. ببینم کار میکنم اونجا. لذیقا لپتاپ میبرم. بعد قشنگ میشینم برای خودم موزیک میکس میکنم، چون من ADHD سنگین دارم، نمیتونم فوکس کنم یه جا بشینم تنها جایی. ببین یعنی تو نمیدونی اونجا مجبوری دیگه بشینی. چقدر موزیک من اونجا درآوردم. آره. نه که موزیکا خراب میشه برای مردم بگی در حال ریدنه بشه. نه در حال اونطوری نبود، ولی خب نشستم. نه آره نشسته چیل میکنی. گربه بیشرف. این خیلی سواله برام. نوشته تو 80 درجه مردا فکرم کوکناتتونه. تو 30 درجه. نه کوکنات. آره کوکنات. واقعا اینقدر چی فرق چیز میشه؟ جمع و جور میشه، باز میشه دیگه. واقعا؟ آره دیگه. اینقدر قدرت های چیز داره؟ قدرت نیست دیگه. میدونی که دلیلش چیه که خارج از بدنته؟ بخواد اینکه خیلی کم خونکتر باشه از بقیه. آره دقیقا، چون باید توی یه تمپرچر آره چون باشه. اگه یه جا بود گرم میشد داستان میشد. اینا همش اِوولوشنه دیگه. آره ولی بعضیا شورت تنگ میپوشن میچسبه به کار، گرم میشه داستان میشه. آره سپرماتون آب میره. واسه همین تو میگن لپتاپ نذارین رو پاتون بخاطر. واسه همین تو جای گرم باید واز بپوشی که اون داستان جدا بشه از بدن، وگرنه ضرر داره که داستان بچسبه گرم شه. چه جالب. میبینید چنل من خیلی ایژوکیشناله. خب این بعدی منم دارم از این میمایی میخوایی که دوتا وایسا بریم روی این. این شورته نوشته آخرین دراپ مانه من. آره خیلی مهمه دستمالو که میزنی بعدش اونه، اون آخرین لاین دیفنسه. چرا نمیخوای قبول کنی که من این آخرین این کاره نیست، چون سیبیل اصلی باشه همینه. ببین چون حقیقت رو بهت بگم، دستمال رو که میزنی بعد یه ها میبینی فاگیه دونه دونه دیگه، بعد اونجا با همون شورت کار رو میکنی. بعد من تازه بهش فکر کردم یه بار، گفتم اون شورت هم یه نوع دستماله. شاید بقیده هم یه لایه اضافه داره. خب شورت رو عوض میکنی دیگه بعد. آره دیگه. خب بریم بعدی. حالا همین یه چه کسافتی هست. اگه مرد اینطوری بشینن این شکلیه باشه. آره آره جمعه ده. خیلی بده این. خیلی چیز اضافه ای دارید. همش راجع بیزه است که اینه. خب میگم اصلا هیچی دیگه ندارید شما. چه بدی ما. خیلی بدی. ما خیلی بدی. این من نمیفهمم، خیلی هم بود. از دو طرف میاد. آره من میفهمم اینا. یعنی چی؟ جیش که میکنی بعضی موقعا بعد سکس این اختیه. او جدی؟ بعضی موقعا جیش سخت میاد. بعد سکس این اختیه میشه دیگه. چی یادته یه فیلم جیم کری بود، می مای سلف اند آی، بعد یه کاراکترش بود که چیز جیم کری کاراکترش رو چیز میکرد دیگه، خودش نبود. بعد مثلا یه دفعه میرفت با دختره سکس داشت، بعد جیم کری سه بار خب پاره میشد، یه دفعه اینطوری جیش میکرد، بعد نمیفهمید، گفت من کی سکس داشتم و فلان، ولی از جیشش فهمید که شب قبل سکس داشت. آره بر همین این بعد سکس چه جالب، چون نمیفهمیدم، میگفتم خب حالا چه زیان هر روز یه چیز جدید یاد میگیری. بله این چنل گفتم خیلی سمه که این اشته بچه ها رو میشوری چون زدی دیگه. آخه ولی خب رو دست خودت که چیزی نداستان. چرا دیگه وقتی که میزنی هست رو دستت؟ دیگه به هر حال وقتی که میزنی میریزه دیگه، بهش میگن اسپلش. یارو میگفت، وودی آلن میگفت، میگفت اگه چیز سخت جنین قتله، این کار جنسایده. فکر کنم البته این منظور همینه دیگه. نه چنده بودی اینا؟ آره دیگه یعنی اسپرمه داری میشوری بره. چنده بودی این لاینه بودی ادنو؟ گفته چی؟ میگه که اگه سخت جنین قتل حساب میشه، این کار خود ارزایی جنسایده. جنساید چه فارسی؟ یعنی قتل عامه. قتل عامه.
شما داره کلی بچه میکشی. خیلی خنده داره. خوب میگه. اینم جالب بود برام. شما هیچ وقت کنارم وای نمیستید؟ هیچ وقت. نه؟ هیچ وقت. نوشته اگه وسطت چیز باشه اوکی. این بخی مجبوری باشه. این اشتباه، این دیگه یارو سایکوه. آره چون دولم نگاه میکنی خانه خانه. آخه میبینی؟ نه من نگاه نمیکنم. من میخوام ببینم سایز چیه. من نگاه نمیکنم. مثلا یه دفعه سیاپوست باشه یا مثلا یه ذره براون باشه میخوام ببینم کار بزرگه یا نه. آقا این چه حرفای نجات پرستیه میزنی؟ آخه معمولا میگم بزرگه دیگه. یعنی خب چیز خوبیه، یعنی نه شوخی میکنم، هیچ وقت نگاه نمیکنم. آخه چیز بعدی که نه. ولی همه که مثلا اونورا یو چششون میافته به من میگم وات اونوری اومد مثلا. چون انقدر که توی چیز دیدشون میاد چی داری میگه؟ نکن این کارو نکن دیگه، این کارو بعد هر حرف این کارو میکنی $50 بده. آخرین بار بکنم؟ نه ابدی به $50 بدی. $50 5 نداریم، $50 نداریم، نکن. خیلی کار زشتیه. من فقط کانال که دختر نگام آخه بکنم که بفهمن چیه که بگن نکن. نه خیلی زشت الان کردی. نه ای کسافت دیگه، نمیکن کسافت. خب بریم بعدی رو ببینیم. نوشته پسرا تو سه تا پایل لباساشون نگه میدارن، تمیز، کثیف، یک طورایی تمیز. به اندازه کافی تمیزه دیگه، واقعا من امینم. من حالا من سوالم اینه که من میخوام یه اختراعی بکنم که فکر کنم میلیارده از جف بیزوس بدن بالا، یه اتو برای پسرا که راحت اتو کنه، مثلا یه دستگاه کوچولو انقدری باشه. وجود داره اتو بخارایی که میبره. اونم سخته، سخت‌تره. با بعد آستینو بعد نمیدونی کجا بذاری. خیلی سخته. خیلی سخته. ببین اونایی که من فقط یه 50% کمپانیتون رو بدین به من. یه دونه اتو برای پسر که کوچولو باشه بذاری اتو کنه. میدونی من چی پیدا کردم؟ یه دستگاه باشه بپوشی بری توش اتو بشه بیای بیرون. خب اون که نمیشه که. چرا دیگه؟ مگنتیک یو کار باشه مگه نمیشه؟ به خدا اونایی که من شنیدم بخار میده خیلی مسخره. من دارم از اونا ولی سخت. حتی مال من شب بده. شاید. من که میگم 100% یه کلازت اتو تو راست بپوش. بیا ببین چیکار کردم. چرا این کار کردی؟ لباسم در آورد. گرم بود. یه همه همه سی ماسلات ها به دختره یک چنل نشون بدی. یه بره یه چیز بگی وقتی تنیس میری. خب این چی میشه؟ اوه میشه یه بریک بگیریم. آخه اینجا رو نباید به دختر نشون بدی که، باید اینجا رو نشون بدی. نه وقتی تنیس میری. من چیزی ندارم، من بدمینتون بازی میکنم. واقعا چه جالب. یه بریک بگیریم برگردیم. آره بریم برای بریک. خیلی برام خنده دار بود، امیدوارم برای شما. نشته وقتی اونجا تو شیف میکنی دیتت کنس. چه ناراحته. خیلی کیوته. خیلی خنده دار بود. خیلی برام. اصلا چیه واقعیتش؟ اون چیه؟ نمیدونم. ستار وارزه. خیلی کیوته ولی چه دستش هم بزنید. خب این نشته طوری که دخترم چقدر بده این، چقدر باحاله واقعا. همینجوریه ولی به خاطر اینکه موهاشون میریزه واسه همین دختر موهاشون میبندم از این موقع که تو سر. نه اومال یک کار دیگه است. کی تموم میشه این برنامه؟ با تموم شه بکنم هزار تا استراگل. اینو اصلا نفهمیدم. نوشته ایچ برای خاروندنه. برای خاروندن چیه؟ کوکنا؟ نه دیگه، برای خاروندن با بیزست دیگه. همون پینچ میکنی میخارونی؟ نه اینطوری؟ شاید هم برای سر دول نمیدونم. نه اینو فست فکرم شما میدونید، من چون نمیدونم چی کار میکنه دقیقا. همون من نفهمیدم. There's only man, men will understand this itch scratching method. خب آخه اون چیه دقیقا؟ فکر کنم تو من فکر کنم اینجوری میکشی پایین دیگه وقتی میخوای بخارونی. نه بابا من یه چی فشار میدی میکشی پایین دیگه. آره همونه فکر کنم. من نمی من اینو نفهم. نه من هم نفهم. من که دارم نشون میدم توی نشنال تلویزیون. خب اینترنشنال تلویزیون این نشته وقتی هر وقت که یه پسری از 20 مایل اونورتر یکی میزنه تو مش بقیه پسرا قیافش میشه. من یه بار توی مدرسه خب بچه که بودم یه سیبیله اومد وسط حیات زد تو تخمم. خب بعد خیلی درد گرفت. خب بعد رضا یکی از دوستام بلوند بود اون موقع، خیلی دختر بود،
گفت اگه تا 10 دقیقه آینده نزنی تو تخمه براش عادت میشه تا آخر ترم میزنه تو تخمه. من دنبال این سیبیله تو حیات رضایی علمی نبوده ولی خیلی کمکم کرد، دویدم تق زدم حالا سیبیله دیگه بعد اون بقیه سیبیلان دستش میاد حالا خود من دارم باد میزنم یه دونم زدم با هم دیگه باد میزنیم بعد دیوال تا آخر ترم نزد واقعا دمش گرم. خب ادوایس خوبی بود. ببین چقدر علمی هم شده چنلت. خب یه دونه دیگه ببینیم و بریم. بریم میمای من رو نبینیم. سم. چرا میمای تو یعنی بعدش میمای تو رو ببینیم و بریم. بریم. جی جی هم دو تا میم داره برای آخر برنامه. من چیزی ندارم. این نوشته صبح که خواب پا میشی. وقتی میخواد جیش کنید این چیه ببینم؟ جلو بری. او مایکل جکسونیه. سخته که ایم کنید دیگه صبح چون که چیز صحبت. میشه آره صبح بعضی آره میدونی چرا مثل بعد سه آره دیگه چون اون آرکش اون چی میگن اون چیزی که تراجکتوری که به قول فیزیکی ها میگیره اون کوچیکتر میشه بعد محاسباتت قبلی یا میزنه به کنار بعد چون قدرت نداری که اون شوهای اون دایره رو ببری بالا مجبوری خودت نزدیک شی. بعد یه سوال خیلی علمی برای همه دخترها دارم و خودم. صبا که این اتفاق براتون میافته دوباره ایدیدیش گل کرده. صبا که این اتفاق براتون میافته واقعا دلتون سکس میخواد یا خودت دوله این تصمیم رو با خودش گرفته؟ نه خودش گرفته. خودش گرفته اصلا هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. یعنی شما اون حس چیزو قدرت نداری قدرت نداری بگی من حالا میخوام. نه اصلا نمیتونی بگی نمیخوام. خیلی هم... یعنی میخوای. آره. نه به نظر من اصلا ربطی به سکس نداره فقط سیخه. یه دونه یه آهنگ یه دونه سیخه لیتا. یه آهنگ کانتریه میگه There is nothing like a blowjob in the morning. به خدا یا آهنگ ولی سکس این ده مورنینگ رو من قبول میکنم که بهترین سکسه از شب بهتر. شک نکن شک نکن مگه اینکه زن اون بسکتبالیسته باشی شک نکن یه دقیقه چون شک رو میکنم اون خیلی بده بسه دیگه. بریم دوتا چیز هر رزان چهار تا میمه خنده دار فرستاد چهار تا فرستادی آره. از این بریم از این بریم مادرز دی فادرز دی یعنی نشه میده زنها با خودشون خیلی حال میکنن یعنی چی؟ یعنی مادرها خیلی به هم کردیت میدن آره زنها خیلی کردیت میدن نیست که تا حالا کاری بکنی برای آره شنه کنی خب این خنده دار نبود چه حال بود خب اینو بارو دختره میگه که You never meet a girl like me آره میگه هیچ دختری مثل من پیدا نمی کنی غلط کردی تو چنل من یه سنستیزی بقیم میکنی نیستم زنستیز آبی روشن مثل ونسیتی خب یه آخری هم ببینیم و بریم من یه واقعا نمیم گوزی داشتم بلیران میکردم خب این واقعا فکرم حقیقت داره نه آره تو هم ترنافشی من یه برمو نیست تماشید میمای منم دیدی دمتون گرم با یه ویدیو دیگه با ما بودید امیدوارم یه چیزی یاد گرفته باشید و اون این باشه که مردا فقط زندگی رو به تخم و اونجاشون نه خیلی مهمه توی میمای مردونه اون داستان خب آهنگ رو بخونیم با هم بریم بزن دکمه نه بزن لایکو میخوام حسین چاوشی طوری بخونم بزن دکمه لایکو دکمه سابسکرایب اگه میخواد حزینه شو سپیره دلائی کن خدافز